شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند اعلام نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مشروعیت سیاسی ندارد. با گفته آنان به خاطر ختم این بحران نامزدان با در نظر داشت قانون به یک توافق سیاسی نایل آیند تا کشور به بحران نرود. اما شماره دیگر اعلام نتایج را ستایش کرده و اعلام آن را احترام به قانون اساسی و دموکراسی میدانند. عبدالعزیز کریمی گزارش می دهد. نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در حال است سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید که به عقیده شمار از اعضای مجلس نمایندگان این نتایج مشروعیت سیاسی ندارد. آنان میگویند هنوز آرای پاک از آرای ناپاک جدا نشده است، پس نتیجه انتخابات توان با تقلب بر مردم نباید تحمیل شود. اعلان این نتیجه بدون از اینکه آرا پاک شود، بدون از اینکه یک کاندید وارد پروسه شود، هیچ نوع مشروعیت سیاسی نداره. ما بسیار امیدوار هستم که بتوانند طرف ها به یک توافق سیاسی با در نظر داشت اصول و قانون اساسی نایل بیان تا افغانستان از بحران بیرون شود. اما شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندگان اعلام نتایج ابتدایی را ستایش کرده، میگویند که مردم از دیر زمان انتظار اعلام نتایج را داشتند و این کار باعث شد تا به قانون اساسی و دموکراسی و ثبات کشور احترام شود. یو هدف مو دی خاور ته خدمت دی، نه دی خاور ته بحران. نو دا بشی چې د بحران ته چلی پاکی او نتیجې ته سر کشته کی چې دغه به هم قانونی لاری هم بشری لاری. هر کس هر شکایتی که داره، ما ادارات قانونی داریم مطابق با قانون اساسی افغانستان کمیسیون سم شکایت داریم، برن در اونجا شکایت خود درج کنن. ما هم طرفدار هستیم که آرای پاک از ناپاک جدا شود. اگر اینا با نام تقلب میخواین در افغانستان یک ماجراجویی کنن، این گپی علیحدہ است. انتظار می رود نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در 31 سرطان اعلام شود. وزارت خارجه افغانستان نیز از رهبران بیش از 40 کشور جهان دعوت کرده است تا در 5 فطر در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان شرکت کنند. امریکا در امور انتخاباتی افغانستان هیچگاه مداخله نخواهد کرد. برخی از اعضای مجلس امریکا با ابراز این مطلب میگویند روند انتخابات باید از سوی افغان‌ها مدیریت شود تا مورد قبول همه افغان‌ها شود. این قانونگذار امریکایی همچنان یادآور می‌شود که نتایج انتخابات برای ثبات افغانستان با اهمیت است. توجه کنید به گزارش در این مورد. بنبست انتخاباتی در افغانستان نخستین انتقال قدرت در این کشور را با بنبست سیاسی روبرو کرده است. با این حال تلاش‌های ملی و بین المللی برای بیرون رفت از این بنبست ادامه دارد. اما برخی از اعضای مجلس نمایندگان امریکا میگویند امریکا در امور انتخابات افغانستان مداخله نمی کند. مردم افغانستان خودشان باید کشورشان را اداره کنند و در نهایت زنان افغان و افغانها در هر شهر و روستا و در هر گروه باید درباره آینده فکر کنند، درباره کشور خود و منطقه و گامهای به جلو بردارند. البته آسان نخواهد بود، ولی امید می رود موفق شوند. این قانونگذار امریکایی باور دارد که ثبات در افغانستان زمان امکان پذیر است که مردم این کشور برای تأمین آن خود دست به کار شوند. واشنگتن در امور انتخاباتی افغانستان هیچ مداخله نخواهد کرد، اما آنچه بر ما با اهمیت است نهادینه شدن حقوق بشری، رعایت حقوق زنان است. ما می خواهیم افغانستان با ثبات شود و مردم این کشور باید نگذارند دستاوردهای 12 ساله از دست برود. ما با مردم افغانستان همشانه پیش خواهیم رفت. همزمان تنش‌های انتخاباتی پای شمار از سناتوران امریکایی را به کابل کشانیده است. کارل میلتون سناتور امریکایی که به هدف حل تنش‌های انتخاباتی به افغانستان آمده است میگوید نتایج ابتدایی انتخابات دوشنبه 16 سرطان اعلام خواهد شد. آقای میلتون نیون به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که این نتایج برای اردن نامزد ریاست جمهوری قابل قبول خواهد بود. وی همچنان گفت به روز دوشنبه توافقنامه نیز در رابطه به نحوه تفتیش چگونگی محلات رایدهی اعلام می‌گردد که نتایج ابتدایی انتخابات شامل آن نیست. وزارت تحصیلات عالی افغانستان تمامی دانشگاه‌ها را از 16 سرطان الی 10 اسد تعطیل اعلام کرد. عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید این تعطیلی شامل تمامی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. قضاهایی را که خود پوانتونا داشتن سر از تاریخ 16 ماه سرطان رخصتی اعلان میشه هم بر مؤسسات تحصیلات عالی دولتی ما و هم خصوصی ما، چون نصاب تحصیلی ما تکمیل میشه
به خاطر از اینکه تاریخ 11 ماه اسد دوباره ای امتحاناتشان یا نظر به تقسیم اوقات را که 15 ها داره آغاز خود پیدا میکنه، بنابراین ما در تاریخ 15 ماه اسد رخصتی برای محصلین در هر بین دو سمستر وجود می داشته باشه. از این جهت از تاریخ 15 ماه اسد تا اول سنبوله را رخصتی بود. خبرهای خارجی با همکاری رادیو آزادی نیز لحظات بعد تقدیمتان می شود. با آریانا نیوز و آریانا باشید. خبرهای اقتصادی نیز لحظات بعد تقدیمتان می شود. همراهی امان کنید. بلند رفتن روزافزون بهای مواد سوخت در کشور مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. شماری از تاجران میگویند حکومت صدها موتور نفتکش را در بندرهای کشور توقف داده و اجازه داخل شدن به بازار را نمیدهد. به باور تاجران ممکن نرخ مواد نفتی دیگر هم افزایش یابد. در عین زمان وزارت تجارت از آغاز تلاش ها برای کنترل بهای این مواد خبر داده است. با آغاز ماه رمضان قیمت مواد سوخت در کشور هر روز اضافه تر می شود. بلند رفتن بهای مواد سوخت اقتصاد خانواده ها را با مشکل مواجه ساخته است. آنان از حکومت می خواهند تا قیمت ها را در بازار کنترل کند. نرخ تیل هم بالا رفته از وقتی که مسائل انتخابات است. هیچ کاربار نیست. نمی جایم بچه ها کلش از ساعت 9 بجه، 8 بجه، 8 نیم بجه، ساعت سال شاید هم سلاف بازش نکده باشه. تیل هم انداختیم بعد 60 روپا 59 روپا. تقریبا یک ماه پیش آل تیل از بیادر نرخش در 63 روپا یک لیترش رسیده. کار آمریز ماه مبارک رمضان از بیادر قیمتی به اوجش رسیده. ما مردم هر چطور کنیم. در همین حال شماره از تاجران میگویند حدود 2000 موتر نفتکش در بندرهای کشور از سوی حکومت توقف داده شده است و اجازه ورود به بازارها را ندارند. با گفته آنان با ادامه این وضعیت نرخ مواد سوخت بلندتر خواهد رفت. بازار سالور سو ټانکر یا زیات یا کم چکم درې دلی په بندرونو کې هغه ته اجازه ده داخل د نور کې چې داخل تراشي قیمتونه تقریبا داسې فکر وکوي چې د 50-50 نه دریش پیتو او شپیتو ته د تیلو قیمت رسیدلې ده. از سوی دیگر وزارت تجارت میگوید برای کسب اجازه ورود موترهای نفتکش به بازارهای کشور تلاشهایش را آغاز کرده است. باز هم گفتگو آغاز شده، در تلاش هستیم که راه حل به خاطر این مشکل پیدا کنیم که در قدم نخست مستهلک ما که 30 میلیون مصرف کننده داره متضرر نشه، در قدم دوم از جلوگیری از آلودگی هوا کنیم و در قدم سوم تجار ما بر ما مهم است متضرر نشه. وزارت تجارت میگوید با آنکه این وزارت ذخایر نفتی را اعمار کرده است اما در کنار آن مصرف مواد سوخت نیز در کشور بیشتر شده است. فکران توجه کنید به نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 70 پول، یک یورو 78 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 578 افغانی. و حالا توجه کنید به وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. کابل نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. و سرانجام شهر غزنی نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 18. سپاس از همراهیتون با سرویس خبری این ساعت. در ادامه بیننده پس از خبر با میثاق محمدی از آریانا نیوز باشید.